ازدواج بحث قشنگ اما در عین حال دلهره آفرین، پیمان زندگی مشترک با زندگی مشترک. در جوامع مختلف ازدواج و تعیین انتخاب همسر بر حسب معیارهای معمول آن جامعه است. در افغانستان اما تعیین انتخاب همسر یا ملاکهای انتخاب همسر بیشتر بر محور هنجارهای سنتی چون دین، عرف و قوم میچرخد. بیشتر ازدواجها بر این اساس و بر این بنیاد صورت میگیرند. در سالهای اخیر اما با توجه به تغییرات به میان آمده در جامعه، در معیارها و ملاکهای نسل جوان برای ازدواج نیز تغییرات ایجاد شده است. سلام و شب بخیر. اگر به یاد داشته باشین چند هفته پیش به سراغ مجردهای پشت ازدواج مانده ها آمده بودم و ازشان در مورد ملاک ها و معیارهای ازدواج پرسیدم. دوست داشتین با کدام ملاک ها همسرتان را انتخاب کنین؟ با سواد باشه، طرف تحصیل کرده باشه، پولدار باشه، اقتصاد بالایی داشته باشه، زیبا باشه یعنی خوشرو باشه، موقف اجتماعی یا جایگاه اجتماعی داشته باشه، یا برعکس این همه ملاک ها دوست داشتین که همسرتان عاشقش باشین و او عاشق شما باشه. اما برعکس، امشب سراغ کسایی رفتیم که تصمیم ازدواج دارن اما متردد هستن و در دوراهی ماندن که همراه خوش و خسر زندگی کنن یا مستقل. آیا اما واقعا تفاوت بین زندگی مشترک و زندگی مستقل پس از ازدواج وجود داره؟ آیا میشه توسط جداسازی ایدو یک زندگی خوب و آرام را داشت؟ اگر شما جای چنین جوانهای متردد باشین، نوع زندگی را چطور انتخاب میکنین؟ بهتر است به صورت مستقل زندگی شود، چون نباید این حریم های خانواده بشکنه و احترام ها و نزاکت ها از بین بره. بعد از ازدواج ما میخوایم مشترک زندگی کنم، چون ما پدر مادرم از زیاد دوست دارم. خب من فعلا متردد هستم، تصمیم نگرفتم هنوز که مستقل زندگی کنم یا مشترک. دوست دارم که بعد از ازدواج مشترک زندگی کنم. دمی زندگی مشترک خوش دارم و شاید خوش هم داشته باشم همیشه. من میخوایم بعد از عروسیم به صورت مستقل زندگی کنم، زندگی جداگانه و آزاد داشته باشیم. به خاطر که امید پدر مادر امی میباشه که یک چیز را کسی که کشت میکنه حاصل از او را بگیره. مصومه ابراهیمی و عباس آرمان 13 سال پیش طی یک مراسم مدرن با هم ازدواج کردند. ثمره ازدواج دو فرزند به نام‌های سارا و امیر حسین است. خواست خود مصومه و عباس، فامیل‌هایشان و همچنان تأثیر فرهنگ محیطی باعث شد که این دو نفر با هم مستقل زندگی کنند. 13 سال پیش که ما تصمیم به ازدواج گرفتیم، هم خواسته ما بود و هم خواسته والدین ما، والدین آرمان و همچنین والدین ما. در این مشکلی نبود، چون فرهنگ، چون ما در ایران عروسی کردیم، ازدواج کردیم و اونجا فرهنگ به گونه‌ای بود که اکثرا و اغلب بعد از ازدواج جوانان تشکیل زندگی وقتی میدادن زندگی مستقل را شروع میکردن. آرمان هم با معصومه همسرش موافق است. درگیری های کاری و نیازهایشان به یک فضای مناسب و آرام دور از محیط های کلان خانوادگی سبب شد که زندگی مستقل و تنها را انتخاب کنند. فرهنگ خانوادگی ما این رقم بوده که وقتی فرزندانشان ازدواج میکنن مستقل میباشن و میرن در یک ساحه دیگه و جدای از والدین یا زندگی خود آغاز میکنن. در مورد خود ما، من و خانمم مشکلات کاری هم مسئله ساز شده برای ما، چون ما یک سلسله مسائل کاری داریم که او ممکن است در جاهای پرجمعیت برای ما دردسر ساز شود. بنابراین ما به جای ساکت و آرام و جدای از محیط های کلان خانوادگی نیاز داشتیم. اما در جای هم آرمان خوشبختی های زندگی خود را مدیون زندگی مستقل می داند. هر کسی که ازدواج میکنه به نظر من یک سلسله توقعاتی داره از زندگی خود، مثلا پیشرفت کردن،
مثلا یک محیط آرام داشتن، یک محیطی که بتونه در او کار بکنه بدون دغدغه، بدون ذهن مشغولی. و فکر میکنم هدف ازدواج ای بوده و ما هم به همین دلیل زندگی خودت پیش بردیم. راضی هستم، فکر میکنم که زندگی مستقل میتونه به همه اطراف مفید باشه، هم به والدین من میتونه مفید باشه، هم به والدین خانم من میتونه مفید باشه و هم برای خود ما. از معصوم پرسیدم شما که در جای خوشبختی های زندگیتان را مدیون زندگی مستقل و عدم مداخله وابستگانتان میدانین، بالفرض اگر مشترک زندگی میکردین آیا خوشبختی های فعلی نصیبتان نمیشد؟ من فکر میکنم اگر یک جای باشیم حداقل بعضی نزاکت ها، بعضی مسائل، چون فرهنگی را که ما داریم بیشتر، یعنی باعث میشه که باید متوجه از اون مسائل باشی برای هم مرد خانواده هم برای خانم. و به می دلیل است که وقتی فضا جدا هست، استقلال بیشتری هست و یعنی ظرفیت بیشتر و توانمندی بیشتر برای است که بتونین یک زندگی مستقل و مشترک جدا با هم دیگه بسازیم. معصومه با نظر برخی ها هم آنچنان موافق نیست که میگن عروس باید خدمتگار خانواده شوهر باشه. میگه ایچنین دیدگاه ها اغلب در زندگی فعلی جوان ها جای نداره و حتی خانواده های ایدئال امروزی هم دوست دارن فرزندانشان مستقل و منحصر به فرد زندگی کنن. بحث از این نیست که یک خانم بخواه بره مثلا خدمت از اونا رو بکنه، یا متقابل کسی که داماد از اونا میشه و با دختر از اونا ازدواج میکنه وظیفه زیر داره که مثلا خدمت از اینا رو بکنه. گفتم امور خانم که گفتم بحث احترام و عضویت در خانواده بحثش جدا هست که محفوظ هست و باید رعایت شود، اما این نظر من امروش مخالف هستم. در نتیجه در میابیم که خواست فامیل ها، خواست خود معصومه و عباس، مساعد ساختن زمینه آرام و مستقل دور از فضای یا دور از محیط های کلان خانوادگی، مساعد ساختن زمینه های پیشرفت برای تصمیم گیری هایشان و همچنان تأثیر فرهنگ محیطی و بیگانه بر روند زندگی معصومه و عباس باعث شد که معصومه ابراهیمی و عباس آرمان با هم زندگی مستقل پس از ازدواج را انتخاب کنند.